به یاد خدا و سلام عرض ادب دارم خدمت مسئله نهایت عزیز و گرامی، و امیدوارم همه شما سعد و سلامت باشین. میرسیم به یک بخش دیگری از اساسات امور مالی عامه که تکنیک مالیه گذاری است. ما این خدمت شما ارائه میکنم. امیدوارم که مسئله عزیز بدانند که چی گونه مالیه گذاری میشن. اما تا تکنیک و حدودش قبلا خدمت شما ارائه کردیم، این بار تکنیک مالیه گذاری را خدمت شما ارائه میکنم که مسئله عزیز بفهم. مسئله عزیز تکنیک مالیه گذاری امو گفته یک هنری است که مالیه گذار باید در سایه عمل را تطبیق کنه. یعنی اینطوری بگم که تکنیک مالیه گذاری اکثر تدابیری است که مالیه گذار وقتی که مالیه را مالیه گذاری میکنه باید این را در نظر بگیره. باید این را بفهمه که یک وقت اگر رونق اقتصادی چگونه مالیه گذاری کنه، اگر یک وقت رکود اقتصادی چگونه مالیه گذاری کنه. بنابراین بین رونق و رکود مالیه گذاری در هر حالت فرق میکنه. شما فرض کنین که اگر میخواین در یک حالتی که وضعیت اقتصادی به بحرانه، به وضعیت خرابه، وضعیت اقتصادی خرابه و بلند بردن مبلغ مالیه باعث عکس العمل ها میشه، باعث بحران ها میشه، باعث تظاهرات ها میشه، باعث انقلاب میشه، ممکن باعث سرنگونی نظام شه. در اینجا دیگه هیچ عقل حکم نمیکنه که شما مالیه را چیکار کنین، افزایش دهین. بنابراین امیر رقم مسئله عزیز و گرامی، اگر شما بدانین چی وقت میتونین، اگر یک وقتی رونق اقتصادی بود، اگر شما این بار مالیه را بلندم ببرین شاید اشکال زیادی نداشته باشه. بنابراین این شرایط در نظر بگیرین که چگونه شما چی وقت مالیه را بلند ببرین، یا یک وقتی هست میخواین یک مالیه جدید وضع کنین، آیا بازم شرایط در نظر بگیرین که عکس العمل مردم چیه، بلاخص روانی همین مالیه قابل از این هست که بگیرین. شما فرض کنین سبا میخواین یک مالیه را میخواین از مدارس دینی مثلا میخواین مالیه بگیرین، مثلا این رقم که ممکن از مدارس دینی خصوصی، شما فرض کنین مثل از مکتب خصوصی مالیه میگیرین، میخواین فردا از مدارس دینی خصوصی مالیه بگیرین. حالا شما سعی کنین که می افغانستان با می شرایط فعلیش امی آماده هست که علمای دینی مثلا چی کار کنه. ممکن اینا خیلی نقش اساسی در جامعه در جایگاه و نقش از اینا رو در نظر بگیرید، ببینید که همین چه امکانی هست. یا مثلا شما مثلا میرین از یک جایی مالیه میخواین بگیرین، یا یک مالیه جدید وضع میکنین، یا یک مالیه را کم میکنین، در هر حالتش باید شما شرایط و اوضاع اقتصادی رو در نظر بگیرین و چگونگی عکس العمل مردم رو باید در نظر بگیرین. یا مثلا میخواین یک عواید افزایش بدین یا کاهش بدین، باید شما تمام این مسائل در نظر بگیرید. حدود مالیه گذاری یک بخش دیگه است که حالا ما میخواییم خدمت مسئولین را حل. حدود مالیه گذاری به مفهوم از اینه که تا چه اندازه مردم تا با تحمل پرداخت مالیه را دارد و از آن حد تجاوز نکنه. طبعا عکس العمل مردم در مقابل مالیات یا کتمان مالیات یا فرار مالیات باعث فرار ازی میشه. خب ما میخواییم در قسمت حدودی مالیات ایره بگویم مسئله عزیز، باید ما ایره این مالیه گذار، کسی که مالیه گذاری میکنه، نه کسی قوانین یا سیاست های مالی را تنظیم میکنه، باید بفهمه که یک فردی که دارای چه مقدار عواید تا چه اندازه عواید تحمل میکنه، و از او بیشتر اگر شبه این تحمل نمیکنه باید عکس العمل ازی میشه، ممکن فرار کنه، ممکن اینا کتمان کنه، ممکنی اینه تا چه اندازه را یک فرد توان داره که مالیه را بپردازه نظر به عوایدش. یعنی نسبت بین عواید یک فرد و نسبت بین اندازه مالیه که دولت از پیش ازی میگیره باید این می اندازه را خیلی دقیق و درست تنظیم شود که مردم تا کدام اندازه را با کدام عاید چه اندازه مالیه را توان پرداخت شده را و چه مقدار عواید توان چه مقدار مالیه را پرداختنش نداره. فرض مثال شما در نظر بگیرین که یک نفر مثلا 8000 افغانی مالیه داره، حالا شما مثلا 3000 زیر بگیرین، حالا باید چی میمونه؟ آیا همی توانه داره که بپردازه؟ ها اگر شما برین یک نفر که 20000 افغانی یا 25000 داشته باشه، اگر شما 3000 زیر بگیرین ممکن دچار عکس العمل شدید نباشه و او توانش داره، اما شما یک نفری که 5000 یا 6000 داشته باشه یک 3000 بگیرین، دیگه او آدم عکس العملش خیلی شدید میشه. اینه در نهایت چنگ و دندان خواهد نشان داد به خاطر از اینکه این مالیه را نپرداز و از پرداخت از این مقاومت میکنه و بالاخره باعث فرار مالیاتی میشه و باعث کتمان مالیاتی. یعنی در نتیجه اگر ما نتانیم این نسبت معقولی را بین عواید فرد و بین اندازه مالیه تعیین کردن نتانیم، دقیقا باعث از این میشه که مالیه گذار کتمان کنه، فرار کنه، بلاسه باعث از این شه که مقاومت به وجود بیه، خلاصا نمیپرداز، از پرداخت از او جلوگیری میکنه.
حدود مالیه گذاری همیشه یک کمیت ثابت نموده، بلکه نظر به شرایط زمان و مکان فرق میکنه و در نظر داشت معلومات سیاستگزار باید، سیاستگزار مالی باید این نقطه را در نظر داشته باشه که یک هم ریتمیه. خب مالیه گذار گفته نظر به زمان و نظر به مکان فرق میکنه، مالیه حدود مالیه گذاری یک کمیت ثابت نیه. البته وقتی ما اندازه مالیه را تعیین میکنیم باید این در نظر داشته باشیم که تمام شرایط در نظر بگیریم، لحاظ جغرافیایی، به لحاظ زمانی، به لحاظ مکانی در نظر بگیریم. شما فرض کنین که یک دکان است در یک نقطه مرکز شهر، فرض مثال این دکان میفروشه موبایل، یک دکان دیگه مثلا در یک حومیه شهر یا در یک گوشه شهر. حالا شما مثلا این آدم هم موبایل میفروشه، او آدم هم موبایل میفروشه، شما اگر عین مالیه سر هر دوی از عوض کنین، آیا عواید عین هر دوی از اینا عین چیز است؟ ممکن او افرادی که در یک حومیه شهر یا در اطراف شهر هستن مشتریش ممکن خیلی کم باشه، حالا ممکن در مرکز شهر مشتریش خیلی زیاد باشه. حالا اینجا ما اگر در نظر نگیریم این مسائل، خب قطعا ما دچار مشکل میشیم. و به لحاظ جغرافیایی مثال زدم، به لحاظ جغرافیایی شما در نظر بگیرید که باید اونایی که در مرکز شهر در نقطه شهر توجه مشتری، این قطعا عوایدش بیشتره. او کسی که مثلا در اطراف شما فرض کنید مثلا یک نفر در دوغابات یک موبایل میفروشه و یک کس دیگه مثلا در سر زیرزمینی موبایل میفروشه، هر دوی از اینا قطعا متفاوته به لحاظ جغرافیایی و میرخم به لحاظ زمانی. شما فرض کنین سال گذشته همین وقت چه وقت بحران کرونا در جریان بود و این سال بحران کرونا وجود نداره. اگر سال گذشته شما دولت یک تصمیم میگرفت که مالیه را در هم زمان بحران کرونا مالیه معاش کارمندان را بلند ببره، همچی چیزی ممکن بود؟ نبود قطعا، چرا که مردم بر یک حالت بحران بود و این باعث از این میشد که خیلی مقاومت به وجود بیاد. اما ممکن امسال که وضعیت نسبت به پارسال یکم بهتر است، اگر مالیه 1% یا افزایش میکنه یا کم میشه فرق نمیکنه، ممکن این بلا زمانی هم هر عادت فرق میکنه، یا ممکن سال آینده وضعیت اقتصادی سول بیاد، وضعیت خیلی خوب شه، بازاران رونق پیدا کنه. اگر شما مالیه را یک مقدار بلند میبرید مشکل جدی نخواهد داشتین شما، اما ممکن سال گذشته که بحران بود خیلی وضعیت فرق میکرد با امسال. و از این خاطر است که به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ زمانی گفته یک کمیت ثابت نیه، این با زمان و مکان چیه؟ قابل تغییره. حدود تکنیکی و اقتصادی مالیه گذاری همونطور کم کم میرسیم به حدود تکنیکی و اقتصادی مالیه گذاری که یک بخش خیلی پیچیده است. مسئولین عزیز امیدوارم که شما در این قسمت توجه یا بالاخره حوصله‌مندی خیلی خوبی رو داشته باشین و ما هم بتونیم در این مورد موضوعات خیلی خوبی را خدمت شما ارائه کنم. اینجا حدود تکنیکی هم به لحاظ تکنیکی ما وقتی مالیه گذاری در نظر میگیم، هم از لحاظ اقتصادی باید ما مالیه گذاری کنیم. یعنی هم به لحاظ تکنیکی این تکنیکایی را که مثلا به لحاظ زمان، به لحاظ مکان که یک جایی با جای دیگه فرق داره، به لحاظ زمان فرق داره، به لحاظ سرمایه، شرایط خانوادگی، اینا بسای تکنیکی مالیه گذاری هست. مثلا به لحاظ روانی، هم به لحاظ اقتصادی هم باید ما نکات اساسی که البته در اینجا ما خدمت شما ارائه میکنم اینا رو در نظر بگیریم. در حدود تکنیک مالیه گذاری در یک مملکت بلندی و حاید ملی و دارایی ملی تشکیل میدهد. بلندی حاید و دارایی ملی تشکیل میدهد، یعنی مالیات دولت دریافت میگردد باید یک تناسب معقول بین حاید دارایی های ملی باید داشته باشه. مسئولین عزیز وقتی ما مالیه را مالیه گذاری میکنیم، یکی از تکپای هیه که ما امی دارایی هایی را که داریم و از این دارایی ها چقدر عاید به دست میاریم، یعنی رابطه بین عاید و دارایی ها را باید بفهمیم. بعضی آدم ها هست دارایی هایش خیلی زیاده اما عایدی که خلق میکنه کمه، اما ممکن آید کاری را که میکنه ممکن موثریتش در جامعه خیلی زیاد باشه. شما فرض کنین یک کسی کتاب مینویسه، حالا دارایی از چیه؟ ممکن شما به لحاظ مادی خیلی دارایی خیلی قابل ملاحظه برای آدم قائل نشین، اما از این درجه کتاب ممکن یک مقدار عواید برای خود به وجود بیاره. و برعکس یک آدم دیگه هست ممکن این لحاظ دارایی دیدن که عواید از این ممکن که بعضی وقتا کم، ممکن یگان آدم هایی هست که کتاب داره فقط مفروشه و خیلی ممکن بازار فروش کتابش خیلی زیاد باشه، یا بعضی آدم های دیگه هست که مفروشه ممکنی جامعه هست وضعیت اقتصادی مردم نمیخره کتابش ولو آدم موفق هم هست. به هر حالت از اینا رو در نظر بگیرم، یا یک کس دیگه هست مثلا چند تا تعمیر داره، بالاخره چند تا مثلا شرکت داره و شرکت خود چه مقدار، یعنی چی کاره و زمین تمام شرکت خود چقدر عاید سالانه خلق میشه، دارایی هایش یک طرف سنجشه و عاید از اینا یک طرف سنجشه، و یا یک کس دیگه هست که دارایی خیلی کم داره، اینا یک قرارداد مرارداد داره میگیره، بالاخره این قرارداد
انتقال میده به فرد دیگه قابل اجرا میکنه، فقط قرارداد اگیر و سودی خود در نظر گرفته، ولی دارایی خیلی کم داره، ولی عایدی که بعدش میاد خیلی زیاده. باید اینا رو یک تناسب معقول بین همین دارایی ها و همین عوایدی که فرد بعدش میاره باید معقول موجود باشه تا ما بتونیم مالیه گذاری رو خیلی درست بکنیم. تناسب از نظر شرایط اقتصادی باشه، از نظر اجتماعی، از نظر طبیعی در هر مملکت فرق میکنه. البته این تناسب در هر نقطه میره که پیشتر عرض کردم، در هر کشور و در هر نقطه جغرافیایی، در داخل یک کشور، در یک ولایت تا ولایت دیگه، از یک ولسوالی تا ولسوالی دیگه فرق میکنه. سیاست مدار مالی یا سیاست گذار مالی نظر به شرایط خاص هر مملکت باید به صورت متفاوت عمل کنه. یعنی اینجا چی میخواد بگه که این تفاوت‌ها را سیاست مدار مالی یا سیاست گذار مالی باید این تفاوت‌ها را در نظر گرفته، باید این نقطه را در نظر گرفته مالیه گذاری کنه. یا به عبارت دیگر، نمیتونیم عین شرایط مالیه گذاری که در یک مملکت قابل تطبیق است در یک مملکت دیگر بدون در نظر داشت شرایط خاص تطبیق کنیم. دقیقاً هر شرایط در هر منطقه وضعیت یا بحث‌های خاص قرار داره. شرایط اقتصادی که مثلا در پاکستان هست، حالا ما بیایم امی مالیه گذاری که در پاکستان اما مالیه گذاری در افغانستان بکنیم، ممکن این نتیجه نده. چرا که بستر اقتصادی افغانستان، بستر فرهنگی اقتصادی افغانستان، مواد به خشکی افغانستان، صادرات افغانستان، واردات افغانستان، فرهنگ افغانستان، دین افغانستان، مذهب افغانستان با اونا فرق میکنه. رفتار افغانستان، عمل کارهای اینا فرق میکنه. زراعت افغانستان، تجارت افغانستان، همه اینا فرق میکنه. بنابراین باید در هر نقطه همین رقم در نظر گرفته، همین رقم در ولایات مختلف باید ما سیاست گذاری رو در نظر بگیریم. شما فرض کنین سیاست گذاری را که شما مثلا در قندوز میکنین با سیاست گذاری که مثلا شما در خوست میکنین، این اگر دوش عین باشه خیلی فرق میکنه. چرا که در شما در قندوز ممکن یک سری چیزای خیلی خوبی رو داشته باشین، مثلا زراعت خیلی وضعی زراعت خیلی خوب باشه، ممکن شما می در خوست نتونین تطبیق کنین، در خوست یک شرایط دیگه باشه. ممکن شما در خوست تجارت اساسی ترین منبع یا خواستگاه مردم خوست تجارت باشه، اما اونجا ممکن زراعت باشه. یعنی فرق میکنه. بالاخره ممکن در ننگرهار صنعت خیلی قد هرات خیلی معنای خاص خود داشته باشه، ولی ممکن در یک جای دیگه تجارت باشه، در یک جای دیگه مثلا زراعت باشه، یک جای دیگه معاشی و مالداری باشه. در هر حالت باید ما شرایط و تمام از اینا رو در نظر گرفته و مالیه گذاری کنیم. در مورد اقتصادی مالیه گذاری، در مورد حدود اقتصادی مالیه گذاری باید گفت که تئوری های اقتصادی دو نوع طرز تحلیل وجود داره که این طرز تحلیل از نظر اقتصادی خرد و از نظر اقتصادی کل باشه. خب وقتی ما در قسمت حدود اقتصادی مالیه گذاری ما مالیه گذاری میکنیم، ما باید دو نوع طرز تحلیل یا دو نوع تحلیل باید ما در نظر داشته باشیم، یکی از نظر اقتصاد خرد و یکی هم از نظر اقتصاد کلان. در هر دو حالت باید ما این طرز تحلیل و این تحلیل ها را باید ما در نظر داشته باشیم. از نظر تحلیل اقتصاد خرد شما در نظر داشته باشیم، وقت اقتصاد خرد میگم مورد بحث اقتصاد خرد واحدهای کوچک اقتصادی یا تحلیل هایی هست که واحدهای کوچک اقتصادی مانند فرد، خانواده و تصدی هست و همین رقم عواید فرد و همین رقم پسنداز فرد، مصرف فرد، سرمایه گذاری فرد باید در نظر گرفته شیم. وقتی طرز تحلیل اقتصاد خرد میگیریم، باید حدود اقتصادی یا تکنیکی مالیه گذاری در نظر میگیریم. واحدهای خرد اقتصادی مانند سرمایه، پسنداز فرد و درآمد فرد، مصرف فرد در نظر گرفته باید مالیه گذاری بکنیم، به خاطر از اینکه اینا خیلی تاثیرات عمیقی داره و تاثیرات آن بر مجموعه اقتصادی کل به پیمانه خیلی ناچیز و غیر محسوس است. البته چرا که هر فرد به تنهایی خود اگر ما در نظر بگیریم، این در مجموعه اقتصاد ممکن خیلی ناچیز باشه، همو مجموعه از اینا هم میتونه ناچیز چیشه، ولیکن در بعضی جایی ها میتونه مجموعه از این خیلی اثرگذار باشه. چرا که تمام وقتی ما سیاست گذاری میکنیم، اگر برای یک فرد که نمیکنیم، بر مجموعه از یک گروه اقتصاد خرد میکنیم و این ممکن مجموعه از اینا یک اثر خیلی فوق العاده ای را بالای اقتصاد داشته باشه. و همین رقم در سطح اقتصاد کلان اگر در نظر بگیریم، چون اقتصاد کلان موضوع بحث اقتصاد کلان در سطح مملکت است یا بحث های کلان مملکت هم، مثل عاید ملی، سرمایه گذاری های ملی، پسنداز ملی، همین رقم باید اینا رو در نظر بگیریم و اونجا باید چیکار بکنیم. وقتی مالیه گذاری میکنیم، ما واحدهای کلان اقتصادی رو در نظر بگیریم. بنابراین چون واحدهای کلان اقتصادی اثر عمیق بالای اقتصاد داره، برعکس واحدهای خرد اقتصادی که خیلی اثرات عمیق نداره، ولیکن مجموعه از اونا هم اثرگذار هست، ولیکن باید با آن هم ما باید هم خرد در نظر بگیریم و همچنان مجموعه کمیت‌ها یا واحدهای کلان اقتصادی رو در نظر بگیریم.
به خاطر از اینکه مجموعه اقتصاد کلان میتونه خیلی در قسمت افزایش سرمایه گذاری های مجموعه، در قسمت پسنداز های سرمایه گذاری و در قسمت استخدام و در قسمت عاید ملی خیلی اثرگذار باشه و اینا خیلی مهمه و خیلی اساسی است که باید ما در قسمت تحلیل های خود در نظر بگیریم. مسئله عزیز میرسیم به پایان از این بخش، البته ادامه همین درس در درس های بعد ادامه خواهیم داد و در اینجا ناگزیریم که با شما خداحافظی کنیم. مسئله عزیز روزتان خوش، وقتتان خوش.